خبری از مسلمانان در چین چین برای اعمال محدودیت بر مسلمانان ایغور یک میلیون کارمند کمونیست را به کار گرفته است حکومت چین به منظور اعمال فشار بر مسلمانان ایغور برای تغییرات مناسک و عادات دینیشان به روشی جدید روی آورده تا آنان را بیشتر به پذیرفتن تفکرات کمونیستی مجبور کند بر همین اساس نظام این کشور به بیش از یک میلیون کارمند کمونیست چینی دستور داده تا به منازل خانواده های مسلمان ایغور در ترکستان شرقی نقل مکان کنند و ارزش های تأییدی و حمایتی حزب کمونیست را در ذهن آنان جای دهند. به گفته ی رسانه های دولتی این مدت که کارمندان کمونیست در منازل مسلمانان خواهند گذرانید از طرف دولت هفته های وحدت نامیده شده که در آن زندگی کارگران با خانواده های مسلمان برای تضمین وفاداری و هواداری آنان به این حزب بررسی می شود. روزنامه انگلیسی تایمز نیز در گزارشی اعلام کرد که از خانواده های مسلمان خواسته شده است تا عکس شی جی پینگ رئیس جمهوری چین را در اتاقهایشان قرار دهند و در جشنهای به احتزاز درآوردن پرچم ملی و سوگند وفاداری شرکت کنند. شاینه ذکره است دولت چین تدابیر نظارتی و امنیتی را در ایالت سینکیانگ شدت داده و کارمندان کمونیست با حضور در منازل مسلمانان ایغور مانع ادای مناسک دینیشان می شوند. این وضعیت به گونه است که ناظران معتقدند این منطقه به یک دولت پلیسی تبدیل شده است. گفتنی است کشور چین جز و اولین کشورهایی است که اسلام در آن وارد شد و به سرعت گسترش پیدا کرد. آماری دقیق از تعداد مسلمانان این کشور در دست نیست و آمارهای متفاوت شمار آنان را بین 50 تا 100 میلیون نفر اعلام کردند. این مسلمانان در نواحی مختلف چین ساکن هستند اما اکثریت آنان در منطقه خودمختار سینکیانگ زندگی می کنند.